میزان دسترسی مردم به خدمات تلفنی موبایل و اینترنت در چند سال اخیر به گونه چشمگیر گسترش یافته است. اما با وجود این پیشرفت، هنوز هم حدود 9% شهروندان به دلیل ناامنی از دسترسی به خدمات مخابراتی و تلفنی موبایل محرومند. امیرزای سنگین، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، گفت قرار است تا 2 سال دیگر خدمات تلفنی موبایل به تمام شهروندان در سراسر کشور فراهم شود. ډیر دې شکر ځای دی چې په دې لنډو لسو کلونو کې زموږ په ګران هیواد کې د معلوماتي ټکنالوژۍ او اړیکو په برخه کې زیات پرمختګ شوی دی. نن د موبایل خدمات د هیواد تقریبا ټولو وګړو ته رسیدلي دي. وزیر مخابرات کشور که در 3 دور فراغت دانشجویان انستیتیوت تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات در کابل صحبت می کرد گفت در حال حاضر 2 میلیارد دلار آمریکایی در بخش تکنولوژی معلوماتی در کشور سرمایه گذاری شده است و افزود بخش مخابرات در کشور بیشترین نواید را به دولت می پردازد که مجموع نواید در سال گذشته به 225 میلیون دلار رسیده بود. در همین حال انجینیر محمد شفی شریفی، رئیس انستیتوت تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات، گفت 49 تن از دانشجویان از 3 دوره این انستیتوت فارغ شدند. این زمان است که می خواهم هر یک شما را به خاطر دستاوردهایتان که از طریق فداکاری، سخت کوشی، شب نشینی ها و کار ذهنی و فکری فراوان به دست آورده اید مورد تحسین قرار داده و از صمیم قلب تبریک عرض نمایم. با این همه شماری از فارغان انستیتوت تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی با نگرانی از بیکاری در کشور خواستاری فراهمسازی زمینه‌های اشتغال برای جوانان شدند.